با حضور چهره های برجسته ادبی و سیاسی در منطقه کشمیر نشست چند زبانه ادبی با موضوع شاعر حسینی به پایان رسید. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شنبه هفته گذشته نشست ادبی چند زبانه با موضوع شاعر حسینی به همت فرهنگستان هنر، فرهنگ و زبان لاداخ در شهر کارگیل کشمیر با هدف گرامی داشت شهادت سبت پیامبر اکرم حضرت امام حسین علیه السلام به پایان رسید. مهمانان اصلی این مراسم نماینده پارلمان و مشاور برجسته هندی ناصر حسین منشی و همراه نویسنده دیگر هندی و برنده جایزه بین المللی جشباره بین المللی شعر پادما اصغر علی بشارت و همچنین رئیس شورای علمای شیعه در اروپا محقق پاکستانی آقا سید رضای رضوی و تعدادی از مشهورترین روحانیون ادیبان و نویسندگان شبه هند بودند این نشست شعر به همت جمعی از شاعران ارشد منطقه در حالی برگزار شد که در دومین روز آن از 20 شعر با محوریت تجلیل از ایثارگری‌های شهدای کربلا و تفکر و منش حسینی و فلسفه شهادت قرائت شد ناصر حسین منشی در سخنان خود در این مراسم با بیان اینکه این نشست سرشار از احساس و ماتم به یاد حضرت سید الشهدا علیه السلام برگزار شده نقش آکادمی فرهنگ و هنر لاداخ را در برگزاری چنین رویدادهایی ستود وی تأکید کرد که پیام و فداکاری امام حسین علیه السلام به تمام نقاط جهان فارغ از دین، جامعه و عقیده رسیده است و شاعران برجسته یاد و خاطره سبت رسول خدا صلی الله علیه واله را گرامی می‌دارند و این جلسه شعر هم در این راستا تجربه شگفتانگیزی بود. این سیاستمدار برجسته هندی در پایان سخنان خود گفت: کربلا به مانند جایگاه و نهادی است که در آن میتوانیم یاد بگیریم که چگونه استانداردهای جامعه متمدن را ارتقا دهیم چگونه مفهوم عدالت را پاس بداریم و قاطعانه در برابر ظالمان بایستیم و برای حمایت از کارهای خیر فداکاری کنیم این همان نهادی است که مهاتما گاندی را برانگیخت تا انقلاب نمک را به راه بیندازد گفتنی است که بیش از پنجاه شاعر بزرگ از سراسر سر منطقه در این رویداد ادبی بزرگ شرکت داشتند که به نمایندگی از زبانهای مختلف و آثار خود در این همایش حضور یافتند.